بقیه کجا؟ مامان و رافعه بابا رو بردن پیش دکتر. یعنی هیچ که خونه نیست؟ نه خیر، شاهزاده خانم هستن. ممنونم جمشید. برای چی؟ با این همه اتفاق تو بازم به دیدنمون میای. فکر میکردم بعد از ازدواج بهادر دیگه هیچ وقت اینجا نمیای. بهادر ازدواج کرده، واسه همین هر روز میخوام اینجا بیام. به چی فکر میکنی؟ بهادر که از این ازدواج خوشحاله. این بهادر زنزلیل کاملا از دست رفته، از ما هیچی نمیپرسه. امروز کولر آورده. بقیه یه خانواده از گرما بمیرن ولی خانوم از هوای خنک لذت ببره. خیلی بد. چرا این کارو کرد؟ تو نمیدونی، وقتی مامان ازش پرسید انکار کرد، گفت این کولر رو بابای گیتی فرستاده، انگار ما احمقیم. عزیزم این عشقه که میگن آدمو دیوونه میکنه و بعدش اون آدم بقیه رو دیوونه فرض میکنه. ولی تو هیچ وقت از عشق من دیوونه نشدی. شدم دیگه، واسه همین هنوزم پیش تو هم. با اینکه میدونم مامانم مخالفه. خاله هنوزم قهره. خب چه فرق میکنه؟ خب تو چرا با خاله حرف نمیزنی؟ در چه مورد؟ چرا یه کاری میکنی که من همیشه خودم حرف ازدواجمونو پیش بکشم؟ از داداشت یاد بگیر، اون با داداشت فرار کرده و به یه خوره اومده. اما تو نمیتونی از ازدواج حرف بزنی؟ من مثل اون بی حیا نیستم. تو با خاله حرف بزن دیگه. حرف میزنم خیلی زود، اول کار پیدا کنم. خب دنبال کار بگرد. شنیدم خانواده زن بهادر خیلی ثروتمندن، یا عالمه کارخونه و زمین دارن. به بهادر بگو به اونا بگه اگه میشه یه کاری برای من دست و پا کنن. بهادر که خودش کارش اونجا ول کرده، حالا خانواده زنش میان به تو کار میدن. نمیدونم چطوری میتونی این حرفا رو بزنی. مگه نمیدونی بهادر و گیتی دیگه با اون خانواده ارتباط ندارن؟ یه چای نمیدی؟ آره معلومه که برات چای میارم، کنارشم کیک و کلوچه میذارم. سلام. در این چی کار میکنی؟ به خودم ربط داری؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ خب اومدم تو رو ببینم. اوه چطور تونستم به تو بگم؟ همینو فکر میکنی نه؟ شما به من تو گفتی؟ پس من همینو تکرار کردم. تازه این کلمه سنگین شما به شخصیت تو باور کن که اصلا نمیخوره. من اصلا خوشم نمیاد مردم بدون دلیل با هم صمیمی بشن، و آدم های مثل تو که به هیچ وجه. چرا بابا؟ مگه من چه بدی دارم؟ در ذهن چرا بهادر رو انتخاب کردی؟ نه قیافه داره، نه سواد داره، نه پول داره. مگه چه اجباری بود که این کارو کنی؟ نکنه گزینه دیگه ای نبود؟ برو بیرون. به نظر میرسه از حرفم خوشت نمیاد. راستی یه چیزی بگم، بیا با من دوست شو. خیلی سود میکنی ها. من خیلی به کارت میام، به درد بخورم. تازه اینا در حد تو نیستن. بهادر بیچاره چیکار میکنه؟ نه پول آنچنانی داره و نه کار آنچنانی. وقتی توی این وضع میبینمت خیلی ناراحت میشم. کسی از تو نظر نخواست. نظرمو نخواستی خب که چی؟ من غم تو رو حس میکنم، اذیت شدن تو. ببین آقا جمشید، توی این خونه ملاقات اونی که میای همونجا پیش اون بمون. نیاز نیست با من صمیمی بشی. راستش گیتی میدونی چیه؟ من خیلی آدم مهربونیم، اذیت شدن کسی رو نمیتونم تحمل کنم. گم شو از اینجا. واه تو خیلی بیادبی دختر. من دارم با مهربونی با حرف میزنم، اما تو با این لحن بد با هم حرف میزنی. من بیشتر از اینم میتونم لحن بدی داشته باشم، برای همین بهتره از اینجا گم شی بری. زمونه خیلی بدی شده. من با شما خیلی مهربون حرف میزنم، اما شما از حد میگذری. اینو با تو به اون بهادر رو نشون بده. دستمو ول کن. اینجا چه خبره؟ زن داداش
چطوری تونستین فوری عوض بشی؟ رهنا من گفتم این زن بهادر رو زن داداشمه، اومدم یه ذره باهاش احوالپرسی کنم، اما این دستمو گرفت و یه عالمه بد و بیرا به شما گفت. بعد شروع کرد به التماس که لطفا من از این جهنم بیرون ببر. دروغگو، فریب کار. تو خجالت نمیکشی؟ میخوای جمشیدو بر علیه ما تحریک کنی؟ رهنا این داره دروغ میگه. از خدا بترسین زن داداش، همین الان دستمو گرفتی، پیم گفتین فقط تویی که توی این خونه مثل خونوادمی. اینو هم گفت که من توی رهنا چی دیدم که اونو داره دروغ میگه. من دخترایی مثل تو رو خوب میشم. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے دل کا جایا.